صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم. السلام عليك وعلى أمك أم البنين وعلى إخوانك وأخواتك وعلى أطفال الحسين المظلومين. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، وقت شما بخیر. الحمدلله رب العالمین. در این شب جمعه، آخرین شب جمعه ماه شعبان المعظم، توفیق این رو داریم با برنامه منم مشترکم در خدمت شما بزرگواران باشیم و انشاءالله از طریق این برنامه و این شبکه جهانی مستقل شیعه بتونیم صدای شما رو به کربلای معلا برسونیم و شما جزء زائرین آقا سید و شهدا سلام الله علیه محسوب بشید. شماره تماس برنامه آماده هست، تایتل شده 2964-770-2910 و 2964-773-118-304 در اختیار شما هست که انشاءالله هم شما هم عزیزانتون، دوستانتون، آشناهاتون رو در جای جای این کره خاکی بهشون اطلاع بدید، اونها هم بتونن تماس بگیرند و خدمت آقا سید و شهدا سلام الله علیه عرض ادب و عرض حاجت داشته باشند. ما هم به نوبه خودمون مادامی که کربلا هستیم دعاگو و نائب و زیاره شما بزرگواران انشاءالله
خواهیم بود. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت بیننده های گرامی شبکه امام حسین علیه السلام. خدا را شاکرم که این شب جمعه نیز از جوار حرم مقدس و مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و برادر با وفاشون قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در خدمت شما گرامیان هستم. انشاءالله که با زیارت هایی که امشب و از طریق شبکه مقدس امام حسین علیه السلام انجام میدید حال دلتون عالی باشه و انشاءالله مقدمه ای باشد این زیارت ها و پخش صدای شما در کربلا برای حضورتون به زودی در کربلا انشاءالله به لطف سید الشهدا علیه السلام. انشاءالله شمای بزرگوار که دوست دارید اسم خودتون عزیزانتون روی پرچم مطهر یا حسین نوشته بشه تماس میگیرید. اسامی خیلی از شما عزیزان الان در اختیار ما هست، عزیزان روابط عمومی به ما دادن طبق این لیست ها. انشاءالله روی پرچم مطهر یا حسین می نویسیم و امیدواریم همگیتون حاجت روا باشید و بد نیست هر عزیزی از هر کجای این کره خاکی که تماس میگیره اعلام بکنه که من از کجا دارم تماس میگیرم و از چه طریقی شاهد برنامه منم مشترکم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام هستم. خب کارگردان اطلاع بدید که تماس ها رو وصل میکنید. بله اولین تماس ما سرکار خانم حقایقی. سلام علیکم، وقتتون بخیر. سلام علیکم، شعبان بازم به شما تبریک میگم. خسته نباشید، حالا احوالتون خوبه انشالله. عجب ماهی که 15 باش حضرت بلاد داشتند. خیلی خوشحالم، خیلی زیاد خوشحالم. اولش با حضرت امام حسین، حضرت زین العابدین، سلام بر حسین شهید کربلا. نمیدونی چقدر خوشحالم. من خودم امروز تولدم، یازده امروز تولدم. به سلامتی تبریک عرض میکنم. شکر میکنم به درگاه خدا به تمام نعمتهایی که از روزی من خلق کرد تا به امشب. شکر میکنم و از خدای بزرگ معذرت میخوام، همینطور از پیامبرم 14 معصوم. اگه اشتباهی گناهی کردم من به در این ماه ببخشن، به نعمت شکر کم کردم من ببخشن. خوش به سعادتتون که در شام تولدتون امروز که تولد شما بوده صداتون در فضای بله. شهر مقدس کربلا پخش میشه. از این فرصت استفاده بله. کنید و زیارت کنید حضرت ابا عبدالله. سلام علیکم، خیلی حال شدم. سلام بر امام حسین، سلام علی حسین و علی علی حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین. سلام بر حضرت عباس. پدرم مرتب تعریف میکردن که چجوری خداوند منو به خانوادم دادن. یکی سومی بچه پدرم در ننو خفه شده بود. پدرم صبح که مدن وضو بگیرن دیدم بچه فوت کرده. گفتن خدا یاد داده بودی راضیم برزاد. وقتی مادر به صدا کردن گفتن عزیز بیدار شد بچه مریضه. مادرم گفت ای وای امشب ماه رخ منو برای شیر بیدار نکرد. تا بچه رو دید مادرم از حال رفت. دکتر اومد، خلاصه این گذشت. مادرم غذا نمیخوردن، همش برای ماه رخ گرگه میکردن. تا مدت ها پدرم حرم امام رضا رفتن شدن یا امام رضا راضیم به رضای خدا ماه رخ خدا داده بود گرفت. اما خانومم غذا نمیخوره و همش گریه میکنه. تو رو قسم میدم به خداوند خدا، به اذن خدا یه دختر امشب به من بده. من امشب سفره ابوالفز باز کنند. سفره ابوالفز باز کردم. پدرم گفت سفره وقتی مهمونا رفتن من اومدم هنوز سفره باز بود. گفتم یا امام رضا این سفره ابوالفز تو رو قسم بدم به فاطمه زهرا امشب یه دختر به من بده. اون شب خداوند من به پدر مادرم داده. خیلی از پدر مادرم ممنونم. به درگاه خدا شکر میکنم شیعه علی هستم. خیلی شکر میکنم. منتظر امام زمان اللهم عجل لولی کالفرج. خیلی دعا میکنم امام زمان ان شاء الله سعادت دیدارش داشته باشیم، پشتش نماز بخونیم. الهی آمین. اللهم عجل لولی کالفرج. قبول باشه زیارتتون. خدا پدر و مادرتون رو رحمت کنه.
و عمر با عزت انشاءالله به شما عنایت کنه. خوش به سعادتتون که در روز تولدتون صداتون در بین الحرمین در فضای شهر مقدس کربلا پخش شد. انشاءالله که حاجت روا باشید. تماس بعد آقای یوسف زاده از تهران. سلام علیکم، وقتتون بخیر. سلام علیکم، خسته نباشید، عیدتون مبارک. متشکرم، سلامت باشید. خواستم این ایامو بهتون تبریک بگم. اگه امکانی که چند لحظه با آقا ابو عبدالله. بله، صدای شما به طور مستقیم در کربلا پخش میشه، بفرمایید زیارت کنید. السلام علیکم ابو عبدالله حسین، السلام علی اولاد الحسین، السلام علی الارواح الحسین، السلام علیکم جمیعا رحمت الله و برکاته، السلام علیکم یا اول فضل عباس یا ساقی لحظه. آقا ما رو خیلی دعا کنید، مریض هستم، گرفتارم، چند بار مشرف شدم و به شبکه هم سر دادم، منتها قسمت نشد حضوری صحبت کنم. من هرچی داشتم از کرم اهل بیت علیهم السلامه، حتی من یک سال کما بودم، روز تاسو آقا اول فضل به خوابم اومدم، به روش اومدم. الحمدلله، انشاءالله که حاجت روا باشید و به زودی باز هم مشرف بشید زیارت امام حسین علیه السلام در کربلا. الهی آمین. فقط غرض از مزاحمت خواستم اسم مرحوم پدرم رو بگم، مرحوم عباس یوسف زاده فرخی. اسمشون رو بفرمایید. مرحوم عباس یوسف زاده فرخی، بی زحمت این اسم رو بنویسید. و خواهرزنم مرحوم زهرا بیانی راد، و اسم خودم رو با بچه‌مو می‌خواستم با خانومم بنویسید. مهدی یوسف زاده فرخی، روجان یوسف زاده فرخی، خانم بیانی راد. اسامی رو جناب آقای میرخلف زاده لطف کردن و روی پرچم مقدس یا حسین نوشتند. انشاءالله که پدر مرحومتون همین امشب مهمان سفره جود و کرم حضرت ابا عبدالله علیه السلام باشن و شما هم حاجت روا بشید و به زودی مشرف بشید کربلا. خدا خیرتون بده. یا علی مدد. خب تماس بعد رو بفرمایید. آقای شیعه زاده از مازندران، سلام علیکم، وقتتون بخیر. سلام، خسته نباشید. متشکرم، سلامت باشید، زیارت هاتون قبول باشه آقای شیعه زاده. قربان شما، زیارت شما قبول باشه. هفته قبل شما زائر امام حسین در کربلا بودید و میهمان ما در استودیو بین الحرمین شبکه امام حسین علیه السلام و الان از منزل خودتون بیننده این برنامه هستید. بله قربان، بله بله، انشاءالله به زودی باز هم مشرف بشید کربلا. انشاءالله 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 ارباب یاری کنید دوباره راه باز بشه یا یه راه دیگه به حال ما بتونیم بیاییم. الهی آمین. بفرمایید زیارت امام حسین علیه السلام. با اجازه شما، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابو الفضل العباس، یا بابا الحوایج، یا قمر بنی هاشم، جانم فدای شما هر دو برادر. حسن نباشین، سلام منو با آقای میرخلف زاده برسید. سلام جناب آقای شیعه زاده، انشاءالله باز دوباره شما رو کربلای معلا ببینیم. انشاءالله ارباب بخواد یاری کنه ما بزنیم بیاییم. بعد همسرم میگه سلام بده به خدمت ارباب. خواهش میکنم، بفرمایید. با اجازه شما. نم خسته نبودید. علیکم السلام، وقتتون بخیر. انجام وظیفه میکنیم. انشاءالله زیارت امشب شما مقدمه ای باشه برای اینکه به زودی مشرف بشید کربلا. هنوز نیومدم، حالا قسمت یکی بشه که من بیام. الهی آمین. خیلی دوست دارم بیام.
بفرمایید زیارت سید الشهدا. السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین. السلام علی امومی قمر بنی هاشم عبد عباس علیه السلام، جانم با فدای شما. السلام علی حضرت علی اشرف. یا حسین، یا حسین. قبول باشه زیارتتون انشاءالله که حاجت روا باشید. به زودی انشاءالله در کربلا زائر سید و شهدا باشید. خب و اما تماس بعد از کشور امریکا، سرکار خانم توسنگ. سلام علیکم و رحمت الله. سلام عرض میکنم خدمت همگی. خیلی ممنون که این وقت رو به من دادی که بتونم از این راه دور سلام خدمت آقای امام حسین بدم. خواهش میکنم آقای امام حسین ما رو بطلبه برای اولین بار. اگر بیام تا حالا نیومدم، ولی امیدوارم خدا قسمت هم کنه امام حسین منو قابل بدونه منو بطلبه انشاءالله. خیلی زود لطف میکنن و مشرف میشید. بفرمایید شما هم همانند این زائرینی که الان دوروبر ذریح مطهر آقا سید و شهدا التجا پیدا کردن، شما هم زیارت بکنید و اسم خودتون رو در زمره زائرین ثبت و ضبط کنید. انشاءالله انشاءالله امام حسین قبول کن ازمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار بلا جله الله و آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا الفضل عباس. خیلی ممنون. امیدوارم که از دعای شما ما یه سهممون بشه که بیایم بریم زیارت آقای امام حسین. خیلی ممنون از شما آقای حائری، آقای بهنام. قبول باشه انشاءالله زیارتتون. ممنونیم از تماستون. حاجت روا باشید انشاءالله. یا علی مدد و خدا نگهدارتون. من همینقدر به شما عرض بکنم، این که ما بلافاصله تماس ها رو دریافت میکنیم چون مدت برنامه امروز یک مقدار کمتر هست، بتونیم تماس های بیشتری رو جواب بدیم و اسامی همچنان داره روی پرچم مطهر یا حسین نوشته میشه. و اما تماس بعد فرمودید از سرکار خانم شیر محمدی از مشهد الرضا. سلام علیکم و رحمت الله، به کربلا خوش اومدید. ممنون. السلام علیکم. یا حسین. یا الله یا یا ابا عبدالله عنایتی بکنید آقا جان. از کنار مرجع فرزند بزرگوارتون شفای بیمار میخوان. یا الله یا الله. یا باب الحوائج الى الله. الهی آمین. ممنون.
قبول باشه زیارتتون انشاءالله، حاجت روا باشید انشاءالله. خیلی زود سرکار خانم شیر محمدی تماس میگیرید و میفرمایید با لطف آقا امام رضا و عنایت آقا سید الشهدا بیمارتون شفای کامل گرفته انشاءالله. به حق الحسین اللهم شافی و عافی کل مریض. ممنونیم از تماستون انشاءالله. داغو بنای با زیاره ما و بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام در مرجع نورانی آقا علی ابن موسر رضا باشید. ممنونیم از دعاهای خیرتون. یا علی مدد و خدا نگهدارتون. و اما تماس بعد رو اگر عزیزان لطف بکنن، هنوز تماسشون کانکت نشده. ما همچنان الحمدلله مشغولیم، داریم اسامی شما عزیزانی که به روابط عمومی دادید در طول برنامه و در طول هفته، همه اینها رو به ما میدن، روی پرچم مطهر یا حسین می نویسیم به این امید که انشاءالله همگی حاجت روا باشید. من یه بار دیگه تاریخچه از این پرچم عرض بکنم. پرچم توسط حرم مطهر آقا سید الشهدا تهیه میشه و مدتی در روی گنبد دوم، در حدود بین 10 روز تا 2 هفته روی گنبد دوم قرار گرفته میشه، بعدن متبرک میشه به ذریح مطهر آقا امام حسین علیه السلام و میگذارن در اختیار عزیزانی که میخوان. شبکه جهانی امام حسین تمام هفته ها چندین از این پرچم ها تحویل میگیرن، تهیه میکنن برای برنامه های مختلفی که همانند برنامه منم مشترکم داریم در کلیه شبکه های عربی، انگلیسی و اردو و ترکیمون. اونها بعد از اینکه اسامی نوشته شد به حرم مطهر آقا سید الشهدا متبرک میشه، حرم مطهر آقا ابوالفضل العباس متبرک میشه و بعد از اون در نمایشگاه دائمی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام نگهداری میشه در ایام محرم و صفر، اونها برافراشته میشه و ازش استفاده میشه. و اما تماس بعد، سرکار خانم سفری از آلمان خاطری عذرخواهی میکنم. سرکار خانم خاطری، سلام علیکم و رحمت الله، به کربلا خوش اومدید. سلام علیکم آقای مرخل افزادشل، شما بخیر. وقت شما بخیر. بفرمایید زیارت آقا سید و شهدا علیه السلام. زنده باشید. مرا بنویسید به پرچم و تشکر از لطف شما. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین و ابن سید الوسین، السلام علیک فاطمه الزهراء سیده النساء العالمین، السلام علیک یا خدیجه الکبرى ام المؤمنین، السلام علیک یا ابا عبد الله، ارواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله ابدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله احد من زيارتكم. السلام على الحسين، على علي ابن الحسين، ولا اولاد الحسين، ولا اصحاب الحسين، ولا عباس الحسين، ولا عزيز الرغيه حسين، ولا زينب حسين جميعا ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا باب الحوائج، يا برجم دار دشت كربلا، دنیا زیارت در آخر شفاعت یا عباس ابن علی، سلام علیکه یا امیر المؤمنین، یا ابوالفضل عباس سلام دار، انشاءالله در دنیا زیارت در آخر شفاعت جد روا بگردان، مکه و مدینه و کربلا نصیب ما بگردان. خدا جان ارحم الراحمین، رز از گناه ما بگذر، خدا یا عاقبت بخیر که خدا کربلا نصیب ما بگردان، مرزی سر تا سر دنیا و جهان شکن بگردان. خدا جان مردای ما رو ببر کش بیا مرد، خدای اولاد ما رو خود ما رو در راه راست در عاقبت بخیر کن. خدایا حاجت حاجت مندان، شفای بیماران، خلاصی زندانان، هدایت جوان، خدای همه مریضا رو شفا بده. خدای سرای مرام، خدای خدا ارحم الراحمین. اللهم عجل ولیک، اللهم عجل ولیک الفرج. قبول باشه زیارتتون انشاءالله، خیلی زود مشرف بشید و از نزدیک زائر امام حسین علیه السلام باشید.
و اما از آلمان بریم به طرف کشور افغانستان، سرکار خانم رضایی. سلام علیکم و رحمت الله، به کربلا خوش اومدید. سرکار خانم رضایی، صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما آقای میرخلفزاده عزیز. خوب هستیم؟ شب شما بخیر. ممنونیم از دلجوییتون، وقت شما هم بخیر، انشاءالله حاجت روا باشید. بفرمایید زیارت آقای امام حسین علیه السلام. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام یا الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. سلام الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی عباس الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. التماس دعای خیلی شدید، مشکلات خیلی زیاده، خصوصا مشکلات های تحصیلی که الان در افغانستان خیلی واقعا مردم ناراحت. انشاءالله حاجت روا باشید، انشاءالله روز خلاصی مظلومین از دست ظالمان در جای جای این کره خاکی، خاصه شیعیان آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیهم السلام باشه. انشاءالله حاجت روا باشید و هر چه زودتر مشرف بشید کربلا. ممنونیم از زیارتتون و تماستون. یا علی مدد و خدا نگهدارتون. آقای صلی الله علیک یا ابا عبدالله، شکرن لک یا حسین. امشب هم در خدمت یکی از بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام هستیم از کشور ایران، که ازشون میخوام خودتون رو معرفی کنید برای بیننده های شبکه امام حسین علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام عرض سلام، خسته نباشی به شما و جناب آقای میر خلفزاده که بارها تو با صدا و کانال امام حسین که من نگاه می کردم، همش آرزوم بود که من بیام خدمت شما. خدمت خسته نباشی دارم، من در خدمت شما هستم. بزرگواری حسینی هستم. بله، خودتون رو برای بیننده های محترم معرفی بفرمایید. از کدام شهر هستید؟ خانم حسینی هستم، از استان مازندران، شهر نوشهر، شهر بندری نوشهر. خدا رو شکر که در این آخرین شب جمعه ماه شعبان زائر سید الشهدا علیه السلام هستید و این لحظات و ساعتها رو درک میکنید در شهر کربلا. خانم حسینی، قبل از اینکه وارد استودیو بشید، فرمودید که از ابتدای تأسیس شبکه امام حسین علیه السلام بیننده این شبکه هستید. بله. یعنی 13 سال، درسته؟ بله. و فرمودید که از صبح تا به شب شبکه امام حسین در منزل شما روشنه، مگر تایم هایی که همسرتون اخبار میشنون و میخوان ببینن و پسرتون گاهی ورزش بخوان ببینن. درست متوجه شدم؟ بله بله. چرا اینقدر شبکه امام حسین علیه السلام در منزل شما روشنه؟ آقا ابو عبدالله حسین، اولا که صلی الله علیک یا ابو عبدالله حسین، صلی الله علیک یا ابو الفضل العباس. انسان دیگه وقتی نام ابو عبدالله حسین میاد دیگه
اون قلب ها میتپه برای فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینقدر بزرگوارن. اون چی که از شبکه امام حسین علیه السلام خسته نشدید، تکرار برنامه ها رو هم حتی میدید، عشق امام حسین، عشق فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها، عشق امام حسین. جانم یا ابا عبدالله، جانم حسین، جانم فدا. وقتی که هفته قبل و هفته های قبل از منزل خودتون برنامه منم مشترکم رو مشاهده میکردی، چه حس و حالی داشتی؟ خیلی حس خوشحالی، قلبم میتپید، اصلا ضربان قلبم میزد، میگفتم خدایا کی میشه برم من پابوس آقا ابا عبدالله حسین قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس یه زیارتی عرض ادبی بکنم که انشالله قبول کنه زیارت ما رو، قبول کنه. چندین سالم هست که من در خدمت زائرا هستم از همه شهرهای ایران، الحمدلله توصیه میکنم، پیشنهاد میدم، باشون صحبت میکنم که تشریف بیارم مشرف بشن، که خود پیغمبر فرمودند دو جای سرزمین قسمتی از بهشته، یکی بین الحرمین ابا عبدالله حسین در کربلا، یکی هم بین الحرمین مدینه، مدینه منوره، از قبر مطهر پیغمبر تا قبرستان بقیه، این دو جا سرزمینی از بهشت، قسمتی از بهشته. چه جایی بهتر از این که مشرف بشین، حضورنم ببینن که حرم با صفایی، جدای از حرم با صفاشون کرامتش، بزرگواریشون. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. برخی از بیننده های شبکه امام حسین علیه السلام شاید باشن که تا الان مشرف نشده باشن کربلا، یا اینکه در این دو سه ساله کرونایی مشرف نشدن، صحبتتون با این دسته از بیننده ها چیه؟ خدمت شما جا عرض کنم، من پیشنهاد میدم ولی بهشون میگم، میگم آدم حتی طلام اگه داره بفروشه، اینا مالای اضافیه، بره پابوس آقا ابا عبدالله حسین، بره پابوس آقا قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، بیان ببینن از نزدیک، ببینن چه حرم با صفایی، چه عظمتی خداوند بهشون عنایت فرمود. من این چند سالی که زائر می آوردم کراماتشون رو زیاد دیدم، من کرامات آقا ابا عبدالله حسین، آقا ابوالفضل العباس، حتی زائرایی هستن به من زنگ میزنن که آشقان حسینی ما ماشینمونو میفروشیم میایم. یا حسین، یا حسین، زمینمونو میفروشیم، طلاها که سهله، ما میفروشیم میایم، خیلی هم زائر دارم الحمدلله. خالق حسینی دعا کنی که این زمینی باز بشه که من در خدمت اون زوارایی که زحمت کشیدن، حتی پولاشون هم الان در حساب من هست، پاسپورتاشون همه لیست داره گرفتم که مشرف بشن پابوس آقا انشاءالله، سید و شهده علیه السلام سهل و آسان کنن و همه عاشقانشون مشرف بشن کربلا. الان شما در استودیوی شبکه امام حسین علیه السلام هستید، جایی که این ویوی بی نظیر رو داره، بین الحرمین، حرم آقا ابوالفضل علیه السلام و حرم حضرت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این ویوی بی نظیر، الان شما در استودیوی شبکه امام حسین علیه السلام هستید، ازتون میخوام که رو به گنبد و بارگاه امام حسین علیه السلام بایستید، در چند متری و چند قدمی حرم امام حسین علیه السلام هستیم. شمایی که هر هفته شبهای جمعه از طریق شبکه امام حسین علیه السلام حس و حال کربلا به شما منتقل می شده و الان شما کربلا و در استودیوی شبکه امام حسین علیه السلام هستید، صحبتی، حرف دلی اگر با سید الشهدا علیه السلام دارید بفرمایید. سلام علیکی ابا عبدالله حسین و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلاما لا ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا ابا الفضل العباس يا قمر منير بني هاشم، السلام عليك يا عبد الصالح والمطيع لله والامير المؤمنين، السلام عليك يا باب الحوائج، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من توصيه ميكنم به همه بینندگان عزیز که از استادیوم صدا و سیما، استادیوم کانال کربلا، از شهر کربلا دارن منو میبینن، من خواهشم اینه فقط یک بار هم شد بیان این حرم با صفا را از جلو نظاره کنن، حرم آقا ابوالفضل العباس از جلو نظاره کنن،
ببینن چه حرم با صفایی، چقدر آرام بخشه، چقدر به انسان آرامش میده. هر چی انسان میخواد از اهل بیت بخواد، از خدا، اهل بیت رسول الله. الحمدلله زیارتاتون قبول باشه انشاءالله. میدونید که به میهمانهایی که حاضر میشن در استودیوی شبکه امام حسین علیه السلام چه هدیه ای ما تقدیم میکنیم؟ چه هدیه بالاتر از زیارت ابا عبدالله حسین آجاقا؟ الحمدلله که زائر سید الشهدا علیه السلام هستید و شبکه امام حسین علیه السلام ارزشمندترین هدیه ای که میتونسته تهیه کنه برای زائران امام حسین علیه السلام رو تقدیمشون میکنه. سلامت باشین. من چند کلمه میتونم خدمت شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامت بهترین باشد. هدیه تربت آقا سید الشهدا سلام الله علیه. هدیه بالاتر از همین ان شاء الله مبارکتون باشه یا رب الحسین. تربتی که شفای همه درد بله هاست. شفای همه امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن شفای درد ها تربت ابا عبدالله حسین سلام الله یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. افتخار میکنم خداوند همچین سعادتی نصیب من کرد که شما محبت کردید که امشب شب جمعه در کنار قبر مطهر، قبور مطهر، بارگاه مطهر آقا ابا عبدالله حسین و آقا قمر منیر بنی هاشم که من اینجا مزاحم شما شدم. شکرن للحسین علیه السلام. متشکرم از حضورتون در استودیوی شبکه محسن علیه السلام. انشاءالله که به زودی باز هم مشرف بشید کربلا به لطف سید الشهدا علیه السلام. با همون نیتی که دارید زائران زیادی رو بیارید و بتونید خدمتگزار زائر امام حسین باشید. یا رب الحسین، یا رب الحسین. انشاءالله به زودی راه زمینی و مرزهای زمینی هم باز بشه به لطف امام حسین علیه السلام انشاءالله. و عاشقان سید الشهدا علیه السلام با سهولت بیشتری انشاءالله به سوی کربلا بیان و زائر امام حسین بشن. تشکر میکنم از حضورتون. منم از شما تشکر میکنم. خداوند به شما خیر این دنیا و بعد از شما از دعای شما هم علی مدد با اجازهتون یا علی مدد خدا نگهدار. شکرن لک یا ابا عبدالله. شکرن للحسین علیه السلام. انشاءالله شما هم به زودی زائر امام حسین علیه السلام باشید در کربلا و تشریف بیارید دفتر شبکه امام حسین علیه السلام. ما هم در خدمتتون هستیم. ابا سلط میگه که جمعه آخر ماه شعبان خدمت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام مشرف شدم. امام رضا علیه السلام راجع به این روزهای پایانی ماه شعبان سخنانی فرمودند به ابا سلط که پیشنهاد میکنم حتما روایتش رو مفصل هست تأمل بفرمایید و چند دعا رو فرمودند که خوب انسان در این روزهای پایانی بخواند و یکی از این دعاها که نیم سطر هست بسیار خلاصه هست مختصر هست ولی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودند که زیاد تکرار کنید این دعا رو در روزهای پایانی ماه شعبان مثل همین روزهایی که ما درش هستیم. حضرت فرمودند بگویید اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. انشاءالله که همه ما و شما جزو مغفرت شدگان در ماه شعبان محسوب شویم و انشاءالله به استقبال ماه مبارک رمضان بریم. تماس بعد رو زائر بعد رو بفرمایید. از کجا هستم؟
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سرکار خانم حیدری از افغانستان، سلام علیکم، وقتتون بخیر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از کدام شهر هستید؟ سلام از آدم برای شما، از شهر کابل. از کابل، بفرمایید زیارت کنید امام حسین علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی السلام علیکم یا ابو الفضل حباس یا قمر بن هاشم. السلام علیکم یا حضرت زینب. السلام علیکم یا علی اکبر. السلام علیکم یا علی اصغر. السلام علیکم یا چادن چادن و اسم از شما شبکه جهانی امام حسین، کارگران شبکه جهانی امام حسین التماس دعا دارم. قبول باشه زیارتتون انشاءالله که حاجت روا باشید. یا علی مدد. خیلی سپاسگزارم که صدای ما کربلا رسید. متشکرم از لطف شما، انجام وظیفه میکنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. زائران شب جمعه امام حسین علیه السلام رو ملاحظه میفرمایید که دستهای خود رو حلقه میزنن به ذریح شش گوشه و مقدس حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. این لحظه رو برای تک تک شما بیننده های محترم آرزومندم. زائر بعد آقای نجیبی از آمریکا، سلام علیکم، وقتتون بخیر. سلام آقای بهنام عزیز و آقای میرخلف‌زاده عزیز، خیلی ممنون. علیکم السلام و رحمت الله. از کدام ایالت آمریکا هستید آقای نجیبی؟ من از ایالت الینوی شهر شیکاگو. الان چه ساعتیه اونجا؟ دقیقاً ساعت 1:42 بعد از ظهر. بسیار عالی. و اینجا در کربلا ساعت حدود 21:42 دقیقه شب هست و صدای شما به طور زنده و مستقیم در فضای کربلا پخش میشه. بفرمایید زیارت کنید امام حسین علیه السلام. خیلی ممنون هستم از شما. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. وعلى الحرواء التي حلت بفنائي لك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. الله جعل الله الآخرة أهدى مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل عباس يا قمر لمنير بني هاشم يا أمير المؤمنين يا حسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. آقای بهنام عزیز، من این شبکه را از طریق سلفونم نگاه می کنم و تمام برنامه های شما را نگاه می کنم، فقط گوشم از بشنوم و بعض وقتا تصویری هم نگاه می کنم. خیلی عادی، دست همه شما درد نکنم. انجام وظیفه می کنیم. شکر للحسین علیه السلام. من لحسین، اگر آقای میرخلف‌زاده عزیز لطف کنم اونجا اسم همسرم وحیده و اسم پسرم سعید عباس هم تو این پرچم بنویسن، خیلی ممنون میشم. بله آقای میرخلف‌زاده لطف کردن و نوشتن اسامی رو. انشاءالله که همگی حاجت روا باشید و به زودی مشرف بشید کربلا. اللهم آمین. دست شما هستم، خیلی ممنون، لطف کردید. یا علی مدد، خدا نگهدار شما. چقدر حس خوبیه که عاشقان سید و شهده علیه السلام از کشورهای مختلف زائر امام حسین هستند از طریق حسین. شبکه مقدس امام حسین علیه السلام و صداشون در فضای شهر کربلا پخش میشه. انشاءالله که همگی حاجت روا باشید. انشاءالله هر کجای این کره خاکی که هستید به زودی به لطف سید و شهده مشرف بشید کربلا. الهی آمین، الهی آمین. خدا رو شاکریم. ما به نیابت از شما عزیزان الان خیابون‌های اطراف بین الحرمین و پایین استودیو رو که می‌بینیم، ماشاءالله از جمعیتی که هستن
در کربلای معلا و شمای بزرگواران همچنان آرزو دارید انشاءالله مشرف بشید. ما به نوبه خودمون دعا میکنیم، البته دعا کردن ما سر جای خودش همت خود شما رو هم میطلبه. بخواهید از آقا امام حسین، بخواهید از آقا ابوالفضل العباس، بخواهید از آقا امام رضا و عزیزانی که در کشور ایران هستن، خیلی متوسل بشن به آقا امام رضا و بیبی فاطمه معصومه و فرزند بزرگوار آقا ابوالفضل العباس در قم انشاءالله. هر چه زودتر نصیب و قسمتتون میشه. مطمئن باشید خانواده، خانواده کرم هستن، لطف میکنن و خود بنده تا قبل از این که بخوام ساکن کربلا باشم، هر اونچه که توفیق زیارت امام حسین رو پیدا کردم لطف و عنایت آقا امام رضا علیه السلام بوده. پس بخواهید و مطمئن باشید که به اون خواهید رسید. عرض کردم ما هم انشاءالله دعاگوتون هستیم. خب بیننده های محترم، مستحضر هستید که شب گذشته سخنرانی بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامز الله از شهر مقدس قم، از بیت معظم الله، از شبکه های امام حسین علیه السلام به طور زنده و مستقیم پخش شد به 5 زبان: فارسی، عربی، انگلیسی، اردو و ترکی. ترجمه و دوبله همزمان داشت در شبکه‌های دیگر. مشاهده فرمودید اگر بیننده‌ای هست که شب گذشته سخنرانی آیت الله العظمی شیرازی رو ندیده، حتما تا دقایقی دیگر بیننده شبکه امام حسین علیه السلام باشید. تکرار سخنرانی دیشب ساعت 22 به وقت کربلا، 23:30 به وقت ایران پخش خواهد شد به صورت همزمان از تمامی شبکه‌های ماهواره‌ای مستقل شیعه به زبان‌های مختلف و همزمان پخش خواهد شد. اطلاع رسانی بکنید. اگر دوستی به زبان انگلیسی دارید حتما بهشون اطلاع رسانی کنید که شبکه امام حسین 3 به زبان انگلیسی رو ببینند. اگر دوستی به زبان ترکی دارید شبکه از زهرا، 5 شبکه امام حسین علیه السلام رو مشاهده کنند. اگر دوستی به زبان اردو دارید شبکه امام حسین 4 به زبان اردو رو ببینند. و همه شبکه‌های امام حسین علیه السلام این سخنرانی رو ساعت 22 به وقت کربلا پخش خواهند کرد. اطلاع رسانی بکنید و خودتون هم انشاءالله استفاده بکنید. زائر بعد رو بفرمایید اسمشون رو. سرکار خانم رضایی از آمریکا، سلام علیکم، وقتتون بخیر. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ متشکرم، الحمدلله. زیارت ها قبول باشه. از شما هم قبول باشه. از کدام ایالت آمریکا هستید؟ ما از بلینگهام آمریکاییم، بلینگهام واشنگتن سیاتل. بله بله، بسیار عالی. الان صدای شما به طور مستقیم در کربلا پخش میشه، میتونید زیارت کنید حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا امام حسین، السلام علیکم یا ابوالفضل عباس، السلام علیکم یا امیر المومنین آقا جان. قربان شما، شما زودتر به طلب که بیاییم به دست بود شما آقا جان. آقا جان قربان شما، شما دگه تمام مریضا شفای بده، داداش منم از غیر بخو شفای بده آقا جان. دگه وقت شما نمیگیرم، یک جان ممنون شما. قبول باشه زیارتتون، انشاءالله که حاجت روا باشید، انشاءالله به زودی مشرف بشید کربلا. شما درد نکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرج. اللهم عجل ولیک الفرج. درود بر شما یا علی مدد. علی مدد، خدا شما خدا. زائر بعد رو بفرمایید اسمشون رو. Oh.
زائر بعد آقای بیات از مشهد. سلام علیکم، وقتتون بخیر. سلام علیکم. آقای بیات صدای شما رو داریم، در کربلا به طور زنده و مستقیم پخش میشه، بفرمایید زیارت کنید حضرت امام حسین علیه السلام. السلام علیکم. الهی آمین. انشاءالله که حاجت روا باشید آقای بیات. بیننده های محترم، هر کجای این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر بنده رو از شبکه مقدس امام حسین علیه السلام دریافت میکنید، برای شفای عاجل و کامل همه بیماران، بیمارانی که تماس گرفتن در برنامه امشب، بیمارانی که پیام دادن، بیمارانی که اسامیشون روی پرچم مقدس یا حسین نوشته شد، بیمارانی که بیننده شبکه بودند، لطف کنید، عنایت کنید و همین الان یک حمد شفا و پنج مرتبه آیه شریفه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء رو قرائت کنید. متشکرم از لطف شما، یقینا اثرگذار هست این دعاها. خب به من اطلاع بدید که تماس وصل میکنید. دقایق پایانی برنامه هستیم. بیننده های محترم، آخرین تماس ها رو دریافت میکنیم. اسمشون رو بفرمایید. سرکار خانم شاه سمند از کانادا، سلام علیکم، وقتتون بخیر. سلامت باشین آجی آقا، سلامت باشین، زنده باشین. میخواییم سلام برای آقا بتم. بله، صدای شما در کربلا پخش میشه، بفرمایید زیارت کنید. اخ، صدای شما آقا. السلام علی حسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین و علی زوهار الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته. آجاقا نمیتونم امی دقیقه گب بزنم، آلم برم میخوره بیخی، نمیتونم، خیر دلم برشت آجاقا. انشالله که به زودی مشرف بشید کربلا. انشالله آجاقا، التماس دعا شما، التماس دعای مخصوص از شما دارم آجاقا. من انجام وظیفه میکنم، دعاگو و نایب و زیاره شما و همه بیننده های شبکه امام حسین علیه السلام هستم. انشالله به زودی مشرف بشید کربلا. تماس وصل میکنید. وقتمان تمام شد متاسفانه. عرض کردم بیننده های محترم، تا دقایق دیگر ساعت 22 به وقت کربلا، 23:30 به وقت ایران، حتما بیننده بازپخش و تکرار سخنرانی بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی باشید و استفاده کنید. تشکر میکنم از همراهیتون. دعاگو من و زیارتون هستم. یا علی مدد. بنده هم خدا رو شاکرم که توفیق داشتم امشب هم در برنامه منم مشترکم و آخرین شب جمعه ماه شعبان در خدمت شما بزرگواران بودم. پرچم کلن هیچ اسمی روش نبوده، تمام اسامی که دستم رسیده به غیر از چند تاش همش نوشته شد روش. انشاءالله همگی حاجت روا باشید و این دعا را ازش نگذریم که خدایا اگر تا این لحظه از ماه شعبان از ما نگذشتی، در بقیهش از ما بگذر. زنده باشید و سالم تا یه برنامه دیگه از برنامه های منم مشترکم. یا عدی میگم یا حسین حرارت سیر دلم خوشه این آقام داره حتما به داشتا میبینه منی که برادا زدم دل و پیره تموم با جورم به عشق جدیمه یا حسین میگم یا حسین حرارت سیر دلم خوشه این آقام داره حتما گلاشو میبینه منی که برازم زدم دل و پیره آقام